the darkness of the pathways that we march. Evil and good live side by side, and this is the nature of life. Iran's infrastructure is being targeted by a new and dangerously powerful cyber worm. The so-called Stuxnet worm is specifically designed, it seems, to infiltrate and sabotage real-world power plants and factories and refineries. It's not trying to steal information or grab your credit card. It's trying to get into some sort of industrial plant and wreak havoc, trying to blow up an engine. Als das Virus Stuxnet zugeschlagen, auffällig nahezu 30.000 Mal wurde es im Iran identifiziert. Um supervírus computador pôs em alerta os serviços secretos de vários países. Há informações de que ele já estaria em poder de terroristas. No one knows who's behind the worm and the exact nature of its mission. But there are fears Iran will hold Israel or America responsible. And seek retaliation. It's not impossible that some group of hackers did it, but the security experts that are studying this really think this required the resources of a nation state. Can help, can assist. They are needed, they are not all the time essentials, and they in no way can replace their political wisdom. Were the assassinations in Iran related to the Stuxnet computer attacks? Next question, please. پرسش از مقامات دولتی غربی کاری بیهوده و مایوس کننده است. حتی زمانی که این ویروس کامپیوترهای زیادی از سراسر دنیا را آلوده کرد، هیچ کس حاضر نشد مسئولیت انتشار آن را قبول کند و درباره خطراتی که ممکن بود برای دنیا داشته باشد حرف بزند. استاکنت چگونه است که در مقابل چشمان ماست، اما ما آن را نمی‌بینیم. شاید با نگاهی دقیق‌تر به کدهای این ویروس بتوانیم به جواب این سوال نزدیک‌تر بشیم. استاکسنت یک بدافزار رایانه‌ای است که اولین بار در سال 2010 شناسایی شد و با استفاده از نقص امنیتی موجود در ویندوز با آلوده کردن رایانه‌های کاربران صنعتی، فایل‌هایی که مربوط به سخت افزار شرکت زیمنس بود را تحت تاثیر گذاشته و با آنها آسیب می‌رساند. اما این آسیب کمی بیشتر از یک آسیب ساده سایبری بود. آسیبی در حد صدمه به سانتریفیوژهای نیروگاه هسته‌ای و انفجار. در فرایند غنی‌سازی آبشاری از هزاران سانتریفیوژ وجود دارد و در زمانی که به اونها گاز تزریق بشود و در نتیجه چرخش اونها اورانیوم غنی شده به دست می آید. کیفیت و درصد غنی‌سازی اورانیوم به سرعت چرخش بخش متحرک یا روتور سانتریفیوژ بستگی دارد. سانتریفیوژهای ایران با سرعتی برابر 300 متر بر ثانیه کار می کنند. نیروی وارد شده به حدی زیاد خواهد بود که روتور یا بخش گردان خم می شود و در مقطعی شکل خمیده موزی شکلی به خود می گیرد. برای همین همه چیز باید تراز باشد، چون حتی کوچکترین لرزشی باعث انفجار دستگاه خواهد شد. البته این تنها موزل موجود نیست، چرا که دمای سانتریفیوژ حین غنی سازی به شدت افزایش پیدا می کند و قطر بسیار نازک روتور مشکل ساز خواهد بود. پس نه فقط تراز کردن قطعات در طی چرخش روتور، بلکه کنترل دمای داخلی سانتریفیوژ هم از اهمیت بالایی برخوردار است. همانطور که در تحلیل کدهای ویروس جلوتر می‌رفتیم و عکس‌هایی از رسانه‌های ایران از بازدید رئیس جمهور سابق احمدی نژاد از تأسیسات نتنز در سال 2008 منتشر شده بودند برخوردیم. عکس‌های احمدی نژاد در حالی که بین سانتریفیوژ‌ها قدم می‌زد، سرنخ‌های مهمی را افشا می‌کرد. فقط با نگاه کردن به این عکس‌ها می‌شد اطلاعات زیادی را به دست آورد. شما میتونید بخشی از یک نمایشگر یک رایانه را ببینید که روی آن برنامه اسکادا در حال اجراست. اسکادا نرم افزاری است که امکان نظارت بر عملکرد سیستم را برای کاربر فراهم میکند و اگر کمی بیشتر دقت کنید میتوانید پیکربندی های ششتایی را ببینید که هر کدام شامل 164 سانتریفیوژ هستند. و حالا حدس بزنید به چه چیزی رسیدیم. این نوع آرایش سانتریفیوژ دقیقاً با الگوریتم کدنویسی استاکسنت همخوانی داشت. به طور مشخص این بدافزار به گونه‌ای نوشته شده بود که به ستون‌های ششتایی حمله کند. ستون‌هایی که می‌شود گفت هر هدف فیزیکی می‌توانستند باشند. در واقع کدنویسی برای گروه‌های ششتایی طراحی شده بود که 164 عنصر داخلی داشتند.
حتی قبل از شروع حمله تاریخی را در کد بدافزار قرار داده بودند که از آن تاریخ مشخص به بعد بدافزار دیگر کار نمی کرد. به طور معمول همچین کدی در کدنویسی تهدیدهای سایبری دیده نشده و این باعث می شود که از خود سوال کنید که چرا باید همچین کدی در بدافزار به کار رفته باشد. اما وقتی که خوب به آن فکر می کنید می بینید که استاکسنت باید کار دولت باشد. این در حالی است که تاریخ تعیین شده تنها چند روز با تحلیف اوباما فاصله داشت و تئوری این است که تاریخ انقضا در کد نوشته شده چون آنها می دانستند که بعد از تحویل ریاست جمهوری به شخص دیگری از لحاظ قانونی موظفن تایید لازم را برای اجرای عملیات از رئیس جمهور جدید بگیرند. اکثر تهدیدات سایبری که در گذشته شاهد آن بودیم از راه دور به وسیله اپراتور انسانی کنترل می شدن و به محض آلوده شدن دستگاه بدافزار کنترل کامل را در اختیار اپراتور قرار می داد. اما استاکسنت به این شکل نبود. تمام تمرکز تیم طراح در کدنویسی این بدافزار بر این بوده تا به محض ورود به شبکه هدف خودکار بقیه عملیات را پیش ببرد. استاکسنت این قابلیت را داشت تا خودش را تکثیر کند و متوجه شود که آیا وارد تأسیسات نطنز شده است یا خیر. در صورتی که وارد شبکه نطنز می شد به صورت خودکار فعال می شد و این به آن معنا بود که امکان لغو حمله حتی برای اپراتور هم وجود نداشت. بنابراین می شود با اطمینان گفت کسانی که پشت این حمله بودند کاملا از کاری که می خواستند انجام بدهند مطمئن بودند، چرا که به محض انتشار استاکسنت دیگر هیچ راه بازگشتی وجود نداشت. انرژی لازم برای چرخش هر سانتریفیوژ از طریق موتور برقی مجزا تامین می شود و سرعت این موتور برق به وسیله دستگاه PLC است که کنترل می شود. استاکسنت قبل از هر کاری به مدت 13 روز بدون اینکه کاری بکنه منتظر می ماند، چرا که پر شدن آبشار سانتریفیوژ از اورانیوم دقیقاً 13 روز زمان می برد. سانتریفیوژها با سرعت زیادی بالغ بر 1000 هرتز میچرخند و سرعت استاندارد برای آنها 63000 دور در دقیقه است، اما استاکسنت سرعت سانتریفیوژ را به 1400 هرتز افزایش میدهد که برابر است با 80000 دور در دقیقه. اتفاقی که میافتد این است که سانتریفیوژ دچار حالتی میشود که به آن فرکانس مقاوم میگویند. این به آن معناست که در این فرکانس روتور به طرز غیر قابل کنترلی دچار لرزش شده و نهایتاً از هم میپاشد. اما نکته کلیدی اینجاست که در تمام طول این مدت PLC به جای ارقام واقعی همان ارقامی را ارسال میکند که بدافزار در مدت انتظار ثبت کرده است. پس رایان پیش خودش فکر میکند که مشکلی نیست و سانتریفیوژ دارد با سرعت معمول میچرخد. اما چرخش با این سرعت سر و صدای زیادی را تولید خواهد کرد، مانند اینکه در آنجا موتور جت روشن کرده باشد. اما نکته جالب اینجاست که امکان خاموش کردن سانتریفیوژها هم به راحتی وجود نداشت، بلکه خاموش کردن آنها نیازمند رویه‌های بسیار کنترل شده است. یعنی حتی در صورتی که مهندسین متوجه اختلال شوند و قصد خاموش کردن سیستم ها را داشته باشند، باز هم استاکسنت در این روند اختلال ایجاد خواهد کرد. استاکسنت گزارشی را از تمام دستگاه‌هایی که آلوده کرده بود در خودش ذخیره می‌کرد. ده‌ها هزار نمونه جمع‌آوری شده و گزارش مربوط به تاریخچه فعالیت هر کدام استخراج شد. به این شکل تمامی مسیرهایی که استاکسنت طی کرده بود دیده می‌شد و از همین طریق اولین جاهایی که آلوده شده بودند مشخص شد. اما طولی نکشید که سازمان‌های اسرائیلی تایید کردند که حتی کاگبه، سازمان امنیتی روسیه، به کدنویسی ویروس دست پیدا کرده است. پس مشخص شد که فرمول اسلحه سایبری مخفی که اسرائیل و ایالات متحده طراحی کرده بودند به دست روس‌ها و ایران افتاده است. در محدود بعضی از سانتریفیوژهای ما رو دچار مشکل بکنن، البته با نرم افزارهایی که در قطعات الکترونیکی نصب کرده بودن با کار بدی کردن، بد اخلاقی کردن، اما خوشبختانه متخصصین ما اون رو کشف کردن و امروز دیگه قادر نیستن. اما در فاصله اندکی پس از عملیات استاکسنت، ایران به طرز هوشمندانه‌ای با دو حمله سایبری مجزا پیامی را برای ایالات متحده ارسال کرد. هدف اول تأسیسات بزرگترین شرکت نفتی دنیا، شرکت سعودی آرامکو بود. ایران موفق شد تمامی نرم افزارها و خط به خط کدنویسی روی 30000 دستگاه کامپیوتر این شرکت را پاک کند.
و بعد موجی از حملات علیه بانک‌های آمریکا به راه افتاد. Launched from the Middle East, happening right now. Millions of customers trying to bank online this week blocked. Among the targets, Bank of America, PNC, and Wells Fargo. U.S. suspects hackers in Iran may be involved. I imagine that in the White House Situation Room, people sat around and said, let me be clear, I don't imagine, I know. People sat around in the White House Situation Room and said, the Iranians have sent us a message, which is essentially, stop attacking us in cyberspace the way you did at Natanz with Stuxnet. We can do it too.